Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ես կոչ եմ անում բոլոր հայրենասեր հայրենիներին, ովքեր ունակ են զենք կրելու, զենք վերցնելու, թող զինվորագրվեն Արցախում։ Մենք ամուր կանգնած ենք մեր ժողով, միաբանված կանգնել ենք մեր երկրի կողքին։ Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ավելի մոտ եկեք։ Nagorno-Karabakh conflict, in fact, is an ethno-territorial conflict between Armenians living in Nagorno-Karabakh and Azerbaijani state. And when you want to understand the roots of the conflict, you should move to the centennial history, how the conflict started in 1918-1920. Because when Armenia became independent, Azerbaijan had ambitious plans to gain much more territory than it had, and in fact it started war and civil clashes with Armenians living in Nagorno-Karabakh. اگر به تاریخ مناقشه نگاه کنیم، تاریخ مناقشه با تجزیه طلبی شروع شده است. بعدا این تجزیه طلبی به مناقشه و جنگ تمام عیار تبدیل شد. در سال 1992 گروه مینسک تشکیل شد. با تشکیل گروه مینسک این مناقشه از مناقشه محلی به مناقشه بین‌المللی تبدیل شده. Joseph Stalin decided that in accordance to his formula of divide and conquer, he should give Azerbaijan the territory of Nakhichevan and Nagorno-Karabakh. In fact, it's very important to understand that Stalin's decision was very illegal and unlawful. من خواهش میکنم که اینو درست نامید. منطقه مورد مناقشه نیست. منطقه متعلق به آذربایجان هست و الان در سفارت نقشه ای هست که نقشه سال 1903 ارتش روسیه تزاری توپوگرافی و اونجا هم تمام مناطق اسم مناطق را نگاه کنید همش آذریه، یعنی این منطقه مورد مناقشه نیست، این خاک متعلق به آذربایجان هست و اونجا هم بعد از قرارداد ترکمنچای و گلستان از اراضی ایران و ارمنها اونجا کوچ کردن و در شهر آغدره یک مجسمه درست کردن، بعدن ارمنیا اینو تخریب کردن به خاطر 150مین سالگرد کوچ ارمنیان از ایران به قره‌باغ. اینا مستنداتش هست، تاریخه و هیچ کس نمیتونه اینو انکار کنه. But when perestroika of Gorbachev started in 1988, Armenians saw the path to reunify with their compatriots. But this query received a very aggressive approach and attitude from Azerbaijani side, which transformed the talks, and peaceful talks by the way, from negotiation tables into battlefield. در 28 سال گذشته میانجیگری گروه مینسک هیچ نتیجه نداده، هیچ. آذربایجان هم به سمبول قربانی تجزیه طلبی تبدیل شده است. در 28 سالی که من گفتم مذاکرات انجام می شد، در این در دو سال آخر بعد از سرکار آمدن نخست وزیر ارمنستان پاشینیان، ایشان با بیانات و رفتارشان این مذاکره را بی‌معنی می کرد و
اینکه 20% خاک آذربایجان تحت اشغال ارمنستان هست در این جامعه بین المللی هیچ شکی ندارد و با چهار قطعنامه سازمان ملل این تثبیت شده که نیروهای مسلح ارمنستان باید بدون قید و شرط سرزمین های اشغالی آذربایجان را ترک کنند. من امروز روی نقشه خیلی ساده میخواستم به شما توضیح بدم. این نقشه آذربایجان هست، اینجا مرز ایران، روسیه، گرجستان، اینجا هم این ارمنستان است. این خطی که میبینید تا دیروز 20% خاک آذربایجان تحت اشغال بود. این منطقه قرمز خود قره‌باغ است. ارمنستان 7 شهرستان اطراف قره‌باغ را اشغال کرده بود. قره‌باغ سرزمین آذربایجان هست و از تاریخ اینطوری بوده و کشورهای جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت میشناسد. در سازمان ملل هم تمامیت ارضی آذربایجان که قره‌باغ متعلق به آن هست به رسمیت شناخته است. در این ما هیچ شکی نداریم و جامعه جهانی هم هیچ شکی ندارد. آذربایجان prepares the war all ahead. Azerbaijan's military aggression against Nagorno-Karabakh people and Armenia as well is well prepared. It is encouraged and planned by Turkey as well. We have already gained the significant information that Turkey is coordinating the military action and aggression against Karabakhis, not only by statements and political support, but also military and weaponry support. این تبلیغات ارمنستان هست. من گفتم جمعیت آذربایجان 10 میلیون نفر است، یعنی رو به افزایش است آذربایجان. درسته ترکیه یک کشور متحد استراتژی آذربایجان هست و بنا به تعبیر مرحوم حیدر علیف ما یک ملت دو دولت هستیم و این در این روزهای سخت دولت و مردم ترکیه در کنار آذربایجان هستند، از این خوشحال هستیم و کشورهای دیگر اسلامی هم بیانیه خیلی قاطعی صادر کردند و از مواضع آذربایجان حمایت کردند، ولی این معنی را نمی‌دهد که این کشورها به این دخیل هستند. این ارتش آذربایجان هست که یک عملیات ضد حمله برای آزادی سرزمین‌های خود را شروع کرده است. Armenia was the security guarantor of its compatriots of Nagorno-Karabakh who were born there and who are struggling right now for their right to live. این تیه تجزیه طلبی هست و الان هم تمام کشورهای جهان اگر همچنین حوادثی تجزیه طلبی هست در چارچوب قانون داخلی و بین المللی با این مبارزه میکنن. من عرض کردم که جمهوری آذربایجان تبدیل شده به سمبل قربانی تجزیه طلبی. به این خاطر در تمام نقاط جهان هر جا تجزیه طلبی هست از نظر جمهوری آذربایجان محکوم است. Azerbaijan also forgets that the self-determination is emphasized specifically in all international documents that are related to Nagorno-Karabakh conflict and their presidents have always signed these documents without any reservation. And in fact, the self-determination is a fundamental right for each nation, especially for the nation which is under existential threat. And taking into account that Azerbaijan targets civilian population and the peaceful settlements of Nagorno-Karabakh with heavy weaponry is a typical proof that Azerbaijan wants territories rather people. Thank you.
رئیس جمهور آذربایجان هم اینو صریحا اعلام کرد که جمهوری آذربایجان هیچ هدفی در خاک ارمنستان ندارد. در شهرستان طوس شاهرگ ترانزیت و ترانسپورت آذربایجان را هدف قرار داده بودند و آذربایجان در همون منطقه حفاظت مرزهای خودش را به مرزبانی سپرده بود. میدونید که نیروهای مرزبانی سلاح‌های سنگینی ندارد و ما در اون منطقه هیچ انتظاری نداشتیم که همچنین درگیری رخ بدهد، ولی ارتش آذربایجان از تمام توانایی خود استفاده کرد، جلوی این تخریبکاری را گرفت. بعد از آن حادثه اوایل ماه اوگوست ما فرمانده گروه تخریبکار را اسیر گرفتیم، گروگان گرفتیم و از اسنادی که روی ایشان بود و در حین بازجویی ایشان اطلاعاتی که به ما داد، چه دستوراتی گرفته بودند که در داخل آذربایجان چه تخریبکاری انجام بدهد و کدام نقاط استراتژی آذربایجان را مورد هدف قرار گرفته باشند. While Azerbaijan's different high-ranking officials are constantly complaining about occupation and are talking about United Nations Security Council's resolution, they suddenly forget that this resolution are about peace and negotiations. They forget that these resolutions are asking all three sides of the conflict, Armenia, Azerbaijan and Nagorno-Karabakh, to end the escalation as soon as possible and start the negotiation process. First and foremost, these resolutions are about peace, security and negotiations, and the United Nations has more than once stated that this conflict has no military solution. Ինչ պատմած։ Քիչ չունի։ Հա, կրեմ։ Նենա հայոց են, դեն արդեն դնա։ Մենք մարդ ունի ու մենք այստեղ քիչ առաջ հետաքրքրություն տեղի ունեցավ։ Մենք մի կերպ կարողացանք տապալվել գետի։ Այստեղ տեսնում եք, որ մեքենա է այրվում։ Բավական խառն է։ اینو خیلی واضح اعلام میکنم، سربازان و افسران جمهوری آذربایجان دشمن و هدفشون رو خیلی خوب میشناسن. جمهوری اسلامی ایران برای ما یک کشور دوست برادر هست، یعنی از همسایگی اولویت داره و اینکه سربازان آذربایجان هدفشون رو میدونن، هیچ سرباز به پشتش خمپاره یا مهمات نمیاندازه، هدف جلوه. خمپاره هایی که به سرزمین ایران افتاده، این از طرف ارمنستان افتاده است. سرزمین ایران موشک اصابت کرده یا گلوله اصابت کرده. الان این اسلاندوزه، الان سربازان آذربایجان در این جوجوک مرجانلی و بیوک مرجانلی اینجا هستن. و اینجا تقریبا 12 کیلومتر راه داره. از اینجا کدوم سرباز به طرف عقب Azerbaijan apparently and desperately is trying to involve into this conflict not only Turkey but also the other and major players of the region. For instance, their bombings of the northeast side of Iran should be perceived in this context. And by the way, their claims that Armenians are to blame for these bombings are totally baseless because first, taking into account the geography, and secondly, the Nagorno-Karabakh Armenian forces targets of Azerbaijani military objects are far, far away of that zone. And eventually, Armenia has no stereotypes and complexes to talk to its Iranian counterparts in case of some misunderstanding and considers Iran its close friend in the region. There are some options for ceasefire to be achieved. First one, and my statement may sound some controversial, but is the effective counterattack by Nagorno-Karabakh armed forces against Azerbaijani troops. At that right moment, Azerbaijan will start thinking about ending the war, which led it not only a political deadlock, but also to a military one. نیروهای مسلح ارمنستان باید خاک
و سرزمین‌های اشغالی آذربایجان را ترک کنند. ماهیت این هست و در کوتاه‌ترین مدت ترک کنند. این که ارمنی‌های که در قره‌باغ زندگی می‌کنند، اونها هم اتباع آذربایجان هستند، مثل اتباعی که در آذربایجان هستند از امکانات آذربایجان میتونن استفاده کنند. این مردم باید تصمیم بگیرد که این یک جونتای جنایتکاری که الان حاکم هست بر آنها و تمام امکانات را برای سیاست اشغالگری خودشون ادامه میدهند و به مردم در عصر رنج میدهند، اینها باید عوض بشود. من یک آمار ساده بگم. در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جمعیت آذربایجان 6.5 میلیون نفر بود، الان رسیده به 10 میلیون نفر. جمعیت ارمنستان 3.5 میلیون نفر بود، الان زیر 2 میلیون نفر هستند و اونایی که هم اونجا موندن یک عده پیر پاتال هستند و تمام اونایی که امکانات داشتن از ارمنستان کوچ کردن و ارمنستان تبدیل شده به یک بن‌بست یا هیچ امیدی ندارن مردم ارمنستان. چندین و چندین بار مذاکرات شده در سطح وزرای امور خارجه، در سطح رؤسای جمهور، بعد از اینکه ارمنستان قانون اساسی را عوض کرد و نخست وزیر کارهای اجرایی به دست گرفت، با نخست وزیر ارمنستان هم مذاکراتی انجام شده و نخست وزیر پاشینیان در اوایل در مذاکرات از طرف آذربایجان خواسته بود که الان من تازه به سر کار اومدم و با مخالفین خودم مشکلاتی دارم، هنوز دولتم محکم نیست، من حتما در این زمینه قدم‌های برداشت خواهم کرد، به من کمک کنید. و اینکه ایشان بیانات کرد که مناقشه قره‌باغ باید در منافع در چهارچوب منافع مردم آذربایجان، مردم قره‌باغ و مردم ارمنستان حل و فصل بشود، این بیانات را بعد از چندین مدت عوض کرد با بیانات و مواضع سختگیر و نتیجه این سختگیری ها و تخریب کاری هایی که انجام گرفت، الان یه هفته است که جنگ تمام عیار در منطقه شروع شده است که از طرف ارمنستان این هم شروع شد. And the second one is the pressure of international community on Turkey's leader Recep Tayyip Erdogan, because all indicators show that Erdogan is fully and personally involved in this conflict, especially taking into account the fact that Turkey has organized gathered Syrian fighters, terrorists, and sent them to Nagorno-Karabakh. The possibility of ceasefire is based on two factors: the effective counterattack of Armenian forces and the pressure of international community on personally on Recep Tayyip Erdogan. نیروهای مسلح ارمنستان خاک آذربایجان را ترک کنند. الان این چند روز چندین سرباز و افسر جمهوری آذربایجان شهید شدند. And in nearest future we will see whether the first option or the second one is working and the conflict will go from battlefields to negotiation tables.